سلام روی ماهتون امیدوارم حالتون خوب باشه بچه ها سوالی که خیلی پرتکرار از من میپرسید درباره طبع بلوبری هستش اونم این که میخواید بدونید که حالا طبع بلوبری سرده یا گرمه پس تا این ویدیو همراه هم من هم باشید و مثل همیشه اگر به موضوعات پوست و سلامتی زیبایی علاقه حتما چنل یوتیوبمون سابسکرایب کنید ویدیو لایک کنید و هر نظری انتقادی پیشنهادی داشتین تو قسمت کامنت ها برای ما بنویسید خب بریم سراغ اصل ویدیو ببینید بچه ها کلم بلو بری یا زوغا لخته آبی یه میوه بسیار شیرین و خوشتنیه که ام، اکثر خب آدما خیلی دوستش دارن خب بلو بری به خاطر اینکه رنگ آبی تیبه و داره و طعم شیرینی داره یه میوه تابستونی معمولا محسوب میشه و داره یه طب سرد و خشک هستش بلو و شما میتونید هم به صورت تازه هم خوش شده بخورینش میوه خوشوزه که به عنوان یه میان سالم و جذاب معمولا ازش استفاده میشه امکان تهیه دمنوشش هم هست کافی دو تا سه قاشق چای بلو بیبی رو کاملا دمش کنی بعد از ده دقیقه اصافی ودش کنید و به همه اصل اونو میلش کنید بلو به خاطر اینکه ویتامین آ داره برچه برای درمان و پیشگیری از بیماری های چشم خیلی مفید هستش برای بحث استحکام استخون به خاطر اینکه کلسیم منگنز روی آهن فسفو ویتامین کا داره خیلی مفید هستش خاصیت ضد سرطانی داره داخلش آنتی اکسیدانی قوی مثل ویتامین آ و ویتامین سی داره که هر کدوم از اونها جلوگیری میکنه از بروز سرطان ویه دهان لوزون مده میبی و بوده های بزرگ که همه اینها میتونه به سلامتیتون کمک کنه. فیبی که داخلش هست تو پیشگیری از مشکلات گوارشی و هضمی خیلی خوبه و کنترل میکنه به حرکت روده هاتون و باعث بهبود دستگاه گوارشیتون میشه. برای بحث دیابت و قند خون خیلی خوبه چون سطح قند خونتون رو کمک میکنه از نوسانات شدید جلوگیری میکنه. باعث کاهش کلسترول بد میشه. مصرف دو با آب بلوبری تو هفته به عنوان یه داروی طبیعی میتونه باشه که تو کنترل کلسترول بعد خونتون خیلی موثره برای کاهش التهابات بدن خیلی خوبه این آنتی اکسیدان مقابله میکنه با تو تومورها و جلوگیری میکنه از پیشرفت بیماری های مزمن که همه اینا تو کاهش خطر بروز بیماری های سرطانی بچه نقش خیلی خوبی دارن برای سلامت قلب خیلی خوبه چون کنترل میکنه کلسترول بعد خونتون رو میزان خیلی زیادی فیب داخلش داره سرشار از ویتامین های ب شیش فولاد پوتاسیوم و ترکیبات دیگه ای هستش که به قلبتون کمک میکنه باعث تقویت حافظه میشه مخصوصا تو سن بالا که اکثر افراد دچار آلزایمر یا پارکینسون میشن خیلی کمک میکنه برای عفونت های دستگاه ادواری خیلی خوب هستش و در نهایت سعی کنید که تو برنامه غذاییتون حتما بگنجونیدش چون سلامتتون رو کاملا تضمین میکنه مرسی از اینکه تنتای ویدیو همراه هم من هم بودید اگه سوالی داشتید حتما تو کامنت بپرسید و این ویدیو برای عزیزانتون هم ارسال کنید